واقعا خب شرایط نشون میده دیگه، یعنی اینکه اوضاع احوال به گونه ای است که همه چی در حال ریختنه، یعنی حتی ساختار حکومت و کنترل از دست همه در رفته. این اتفاقی که راجع به آقای صدیقی افتاد و همه چی نشون میده که حکومت قادر نیست مثل سابق اون کنترلی که داشت رو داشته باشه و شرایط اقتصادی هم که مزید بر علت شده. خب اما در این سو به نظر شما چه کمکی، هر آدمی که الان داره این برنامه رو میبینه و میشنود، چه کمکی میتونه بکنه که این روند اولا تسریع بشه، ثانیا جایگزین مناسبی داشته باشه و جایگزین مناسبی پیدا کنه؟ ببینید آقای همایون، این اخبار و اطلاعاتی که منتشر میشه درز پیدا میکنه. مثلا فکر میکنید این خبر زمین 2400 متری به ارزش 1000 میلیارد تومان، این فکر میکنید مثلا همینطوری سر خورده تو صفحه اول اومده بیرون؟ نه، جامعه ایران با وجود سرکوبی که وجود داره، سرکوب بسیار سنگین و واقعا مثال زدنی این سرکوب، این سرکوب فقط تجربه کشورهای بلوک شرق و اتحاد شوروی که داره در ایران کپی پیست میشه و داره اتفاق میفته. اما شما میبینید که هیچ کس نمیتونه جلوی افشاگری ها رو بگیره، هیچ کس نمیتونه جلوی اینو بگیره که روزنامه نگاران یا فعالین سیاسی میان میگن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، قوه قضاییه فاضلاب جمهوری اسلامی. این افشاگری هایی که میشه و جزئیات روابط مفسد برانگیز این حکومت رو افشا میکنه، به نظر من این یک جریان سیاسی، ممکنه جریان سیاسی من باهاش نباشم، شما باهاش نباشید، اما این نشون میده که هر اتفاقی در خارج از کشور بیفته، در میون اپوزیسیون، در هر حال یک جریان بسیار توفنده در ایران وجود داره. ما اخبارش رو میخونیم و اصلا نانستاپ بدون توقف این روند تولید آگاهی به نظر من داره کار خودش رو میکنه. من خیلی وقتا مردم میپرسن خانم شما چرا تو هیچ کدوم از جریانات سیاسی نیست؟ میگم حالا من مسائل خاص خودم رو دارم، اما تولید آگاهی، تولید دانش کردن، ذره بین انداختن یا نورافکن انداختن به تاریک خونه ها، به نظر من این یکی از سنگین ترین کار سیاسی که میشه انجام داد و یکی از مفیدترین کاری که میشه انجام داد. من به سهم خودم این کار انجام میدم. خیلی از زایمان ها، آقای همایون شما نمیتونید زورکی زایمان رو ایجاد کنید، مثل خانومی که میزاد، این آروم آروم به یک پروسه منجر میشه که این کودک متولد میشه، هر گونه فرص اضافه‌ای دردسر و مشکل طبی ایجاد میکنه. من فکر میکنم که این به صورت طبیعی تحولات که شما نگاه کنید با پتانسیلی که در خارج از کشور وجود داره و پتانسیل که در داخل وجود داره ممکنه متشکل نباشه. مسئولان کشور ما همه آدم‌های در کوتوله‌های دست هفتم هشتم هستن، اما ما هزاران نفر، تکرار می‌کنم، ما هزاران نفر آدم‌های دست اول داریم که اینها در بیرون حکومت هستن و اینها توان و پتانسیل زیادی دارن. من فکر می‌کنم این جریان اعتراضات مردم، جریان افشاگری ها، اونهایی که آگاه هستن چفت و بست ها و لولای این نظام رو میشناسن و میدونن چه فساد و چه سرکوب و چه بخورهای در جریان هست، اینا همدیگر رو پیدا میکنن و به نظر من تبدیل به یک نیروی اجتماعی میشن. فاکتورهای به هم ریختن جمهوری اسلامی به صورت تک تک وجود داره و اینها همدیگر رو پیدا خواهند کرد به نظر من.